سلام به بینندگان عزیز، من از این فرصت استفاده میکنم، درود میفرستم به رزمندگان آزادی در لیبرتی و اشرف و تسلیت میگم به خانواده های مجاهدینی که در آخرین حمله، به ویژه حمله وحشیانه، شهید شدن. تسلیت میگم و خودمو همدرد این خانواده ها میدونم. فکر میکنم که فقدان این رزمندگان درد مشترک همه مردم ایران و همه ما هست. حمله جنایتکارانه در 10 شهریور که در کمپ اشرف انجام شد، از نظر من یک حمله جنایتکارانه و یک جنایت علیه بشریت است. به این دلیل که در این کمپ افرادی بودند که تنها جرمشون ایستادگی و نگفتن به یک رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران هست. این افراد دست خالی بودند، هیچ دفاعی نداشتند و بدون سلاح بودند. هر نیرویی که به یک افرادی بدون سلاح، بدون دفاع حمله میکنه، نه یک پیروزی برای حمله کنندگان اونه، نه یک افتخاره، بلکه دقیقا نشونه ضعف، زبونی، زجر و یک ورشکستگی برای کسی هستش که اینطوری حمله میکنه. به ویژه که با کسانی که حمله کردن، مزدورایی که حمله کردن، از ترسشون صورتاشون هم بسته بودن. حساب کنید کسایی که با صورت بسته به افرادی حمله میکنن که اونها صورتشون بازه و سیمهاشون به سپر کردن. این یعنی نشونه عجب. به نظر من حمله که در 10 شهریور صورت گرفت و این شکل جنایتکارانه در یک شرایط مشخص فعلی معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. شرایطی که رژیم بشار اسد به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم خودش زیر تنفر و فشار بین المللی هستش و این رژیم دیکتاتوری بشار اسد رو از نون مردم ایران میزنه، برای دیکتاتوری بشار اسد هزینه میکنه و از طرفی توی نوری مالکی یک مزدوری هستش که وابسته به رژیم ایران هستش و رویای رژیم ایران و رویای ولی فقیر در اونجا تحقق میبخشه. از طرف دیگه سالگرد قتل عام، 25 سالگرد قتل عام زندانی های سیاسی هستش و همزمان تو ایران زندانی هایی میبینیم که زیر فشار هستن، در اعتصاب غذا هستن، در بدترین شرایط شکنجه هستن. همه اینا نشون میده که این رژیم در یک ورشکستگی هستش کامل و از موضع ورشکستگی، زجر این حمله رو انجام داده و فکر میکنه که به هر حال میتونه خاموش بکنه یک مقاومتی رو، که من فکر میکنم که این حمله و این ایستادگی که این رزمندگان آزادی، این فرزندان مردم ایران کردن، تحسین‌آمیز، ستایش برانگیز هستش و ما از حقوق اونها دفاع میکنیم. حقوقشون چیه؟ آزادی بیان، مبارزه با یک دیکتاتوری و سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی هستش. فقدان این مبارزان را به خانواده های مجاهدین، دوستان آنها و همچنین سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت میگم. یادشان گرامی باد.